الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها فترجف الأرض وأمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. والصلاة والسلام على سيدنا أحمد وحبيبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم فإذا قيل انشدوا فانشدوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله خبير. برای سلامتی حضرت ولی عصر امام زمان روحی و ارواح العالمین له الفدا صلوات ختم کنید. به خواست خداوند متعال امروز وظیفه ای که برای ما هست در زمان غیبت حضرت ولی عصر به عرضتون میرسانم، و این بحث چون بحث لازم و مهم و واقعا ارزشمندی هست، هر کدام از آقایان توجه به اون بکنند می توانند این وظیفه را به خوبی عمل کنند و به نتایج عالی و پاکیزه او هم برسند. وظیفه هر مسلمانی است در هر لباس و در هر شغل و در هر مقامی است که افراد گمگشته و منحرف و بیچاره و جاهل را دستشون رو بگیرد و از گرداب هلاکت و انحراف نجاتشون بده به هر نحوی که میتونه، که در درجه اول زبان است و قلم، در درجه دوم کارهای دیگر. چند روز قبل یه آقایی با من یه صحبتی کرد، او البته در عالم خودش حرف میزد، عجیب در من اثر گذاشت و من تحت تأثیر قرار داد. آمد تو کتابخونه مسئله ایشون بپرسه، در ضمن مسئله این جمله رو گفت: شاید اثر عجیبی که در من گذاشت به خاطر این بود که خالصانه و مخلصانه این حرف رو زد. گفت: حاج آقا، ما کاری که از دستمون میاد برای امام زمان بکنیم اینه که بعضیا که دور از مرحله هستن ما اینا رو مهمونشون کنیم، ببریمشون جمکران و با امام زمان آشناشون بکنیم. عجیب این من تحت تأثیر قرار داد با این کلمه. که خب ببین، یک انسان به حسب ظاهر بی سواد بی اطلاعی که پیداست خبری از جاییم نداره چندان، اینه وظیفه خودش میدونه که یه آدم جاهل منحرف گمراه را یا یه آدم بیخبر را با امام زمان آشنا بکن. حالا ولو در این حد که بیا امشب مهمان من باش بریم جمع کرام، خیلی روحیه بازیست، خیلی قلب صاف و پاکی میخواد. حالا من چند تا روایت میخوام براتون بخونم که این روایات از نظر خود منم خیلی تازه است، قطعا برای شما تازه تر خواهد. وقت یه جوان، یه پیر، یه خانم، یه آقا که در این مجلس نشسته است
خودش میفهمه که وظیفه دارد به هر اندازه‌ای که ازش میاد مردم را با معارف اسلامی، با اسلام، با امیرالمؤمنین، با امام زمان، با امور مربوط به امام زمان آشنا بکنند. این وظیفه است. حالا من در اطراف این وظیفه میخوام صحبت بکنم. بزرگان از علماء ما که مقرب درگاه خدا بوده اند و اینا ستاره های درخشانی هستند که در طول قرون و اعصار فراموش نمیشن، اونایی هستند که به خوردن و خوابیدن و ریاست اکتفا نکردند، بلکه در مقابل دشمنان اهل بیت، در مقابل دشمنان خدا سینه سپر کردند، مبارزه کردند، شب فعالیت کردند، روز فعالیت کردند، گفتند، نوشتند، زندان رفتند برای اعتقاداتشون تا این دین را به دست شما تا امروز رسوندند. اینا مقربان درگاه خدا هستند و در طول قرون و اعصار فراموش شدنی نیستند. مرحوم علامه حلی، مرحوم شیخ طوسی، شهید رضوان الله علیه، شهید اول، شهید ثانی، شهید ثالث و امثال اینا، اینا کسانی بودند که یک لحظه آسوده ننشستند در راحت طلبی کنند. یک انسان کامل مثل شهید اول مدتی در زندان به سر میبرد برای دفاع از اهل بیت و دفاع از دین خدا، آخرش هم این مرد بزرگ را میکشن و اعدام میکنن. شهید ثانی همینطور، دیگرانشون همینطور. کتاب شهداء الفضیلهی که مرحوم آیت الله آقای امینی نوشتن شاهد بزرگیست بر این گفتار. ببینید چقدر عالم شهید ما داشته ایم که اینا فقط و فقط در راه اعتقاد و عقیدشون کشته شدن، جانشون از دست دادن، خداوندم برشون جبران کرد. یکی از اون چهره‌های درخشان عجیب که روزگار امکان نداره او را فراموش کند، قلب و مغز دانشمندان دنیا اعم از مسلمان یا غیر مسلمان هرگز او را از مغز خودشون بیرون نخواهند داد، مرحوم علامه بزرگوار، مرحوم شیخ محمد تقی و مرحوم آیت الله علامه بزرگوار، مدافع اسلام و شیعه، قهرمان بزرگی که با زبان و قلم و تمام وجودش از اسلام و از تشیع و از مولا امیرالمؤمنین علیه السلام و از ائمه اطهار علیهم صلوات الله دفاع کرد، مرحوم ملا محمد باقر مجلسی رضوان الله تعالی علیه. انسانی که با اون همه خدمت به مردم، درس گفتن، سخنرانی کردن، قضاوت در میان مردم، رفع احتیاجات مردم، کار و فعالیت برای رشد مردم، اضافه بر همه اینا 160 کتاب نوشته است که هر کتابی، بعضی از کتابها هر کدام چند جلده. یه دونه از اون 160 کتاب کتاب بهاره. کتاب بهار 110 جلد است. کتابهای دیگرشون 20 جلد، 15 جلد، 14 جلد، 7 جلد، 4 جلد و امثال اون. اصلا نمیتونن آقایون بشینن تفاهم بکنن، محاسبه کنن که مگه ایشون در تمام عمر در هر روز چقدر چیز نوشته که اینقدر شده. ایشون حدود 1.5 میلیون سطر کتاب نوشته است.
1.5 میلیون محاسبه کردن با عمر ایشون تقریبا در هر روز 52 سطر مطلب علمی ایشون نوشتن، تمام مربوط به معارف اسلامی، دفاع از اهل بیت، زنده نگه داشتن مکتب این خاندان بزرگ. به حق حق قسم خدمتی که مرحوم مجلسی به عالم اسلام و تشیع کرده است احدی نکرد، احد دومی ندارد این انسان بزرگ. الله اکبر، اینا چی هستن؟ اینا چی هستن؟ چه مقامی اینا در نزد خداوند متعال دارن؟ حالا میگم، روایت براتون میخونم که وضع اینا چرنجیست و چگونه است و ما میتونیم بگیم با این وضع که مرحوم مجلسی را ما هنوز نشناخته ایم و بعید است به این زودی مرحوم مجلسی را بشناسیم. حالا اول این روایت رو توجه کنید، این وظیفه را. قال ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق به یک از اصحابشون فرمودن اکتب و بث علمک فی اخوانک، بنویس مطالب را و منتشر کن در میان برادرانت، برای این که یأتی علی الناس زمان و حرج یا زمان و حرج ما یعنسون الا به کتبهم، زمانی می آید هرج و مرج می شه جامعه، هر کسی یه چیزی میگه، هر کسی یه عقیده داره. زمان آخر زمان می زمان غیبت حضرت ولی عصر می فرماید یه زمان هرج و مرجی به وجود میاد که یه چیز مفید نیست مگر انس به این کتاب ها. این دستور نوشتن است به ما میدن، کتاب بنویسید، بگید مطالب بر مردم، در آخر الزمان اینا به درد میخوره. در خود این زمانم نوشتن و گفتن برای همه افراد لازمه، دعوت کنن مردم را در این زمان هرج و مرج، در این زمانی که زمان غیبت، زمان تحیر است، همه سرگردانن، مردم را با زبان و با نوشته هدایت کنید. اگه میتونید یه سطرم تو کتاب چتون بنویسید راجع به امام زمان یا راجع به چیزهای دیگر که بعد بچهاتون بخونند، همونم مؤثر خواهد بود. لزوم نداره کتاب بنویسید، یک سطر در یه کتاب چه بنویسید، یه سطر در یه تقویم بغلی بنویسید، همون کافی. حالا اینجا دقت کنید، البته ائمه، این نکته اینجا عرض کنم چون در وسط حرفم به درد میخوره این مطلب، ائمه اطهار ما را از دو دسته ترسوندن، یه دسته را به طور عموم، یه دسته به طور خصوص. علمای ما هم با اون دسته اول مبارزه کردن، با دسته دوم هم مبارزه کردن. در روایات داره که بترسید از دشمنان شیطان صفتی که سر راه شما نشستن شما رو گمراهتون کنن، و علمای حق اونایین که با این شیطان ها مبارزه کنن و نگذارن اعتقادات انحرافی در میان مردم راه پیدا کنه. دسته دوم نواسبن. نواسب یعنی چه؟ نواسب یعنی دشمنان علی ابن ابی طالب، دشمنان مقام والای ولایت ائمه اطهار علیهم صلوات الله. اینا خصوصی دستور دادن با اینا مبارزه کنید، اینا دام سر راه شماها دارن. دشمن علی ابن ابی طالب دشمن اسلام است.
حال روایت اول از پیغمبر، دوم از امیرالمومنین، سوم از فاطمه زهرا، چهارم از امام حسن، امام حسین، تا برسه به حضرت امام عسکری. این روایت رو میخوام براتون بخونم. پیغمبر اسلام میفرمایند، امام صادق البته نقل میکنن مطلبی رو که میرسونن به پیغمبر، که میفرمایند و اشد من یتم هذا الیتیم. اول بحثشون درباره اینه که به یتیم احسان کردن چقدر خوبه. وقت میفرماد از همه یتیم ها یتیم تر که احسان به او ثواب زیاد داره، یتیم ینقطع عن امامه، اون یتیمی است که از امام خودش دور شده باشد. یعنی ماها، شماها که از امام زمانمون دور شدیم، چون پدر واقعی ائمه هستند. پیغمبر فرمودن انا و علیون ابوا هذه الامه، پیغمبر و علی پدر این امتن. وقتی یک کسی امام بالا سرش نباشه، از یتیمم یتیم تر است. می فرماد لا یقدر علی الوصول الیه، اون شخصی که نتواند به امام خودش برسد اون یتیمه. اون کسی که احکام دین خودش را نداند اون یتیم است. می فرماید الا فمن هداه، اون کسی که با علمش، حالا ولو با یه روایت که برده، ارشاد و هدایت کند یک آدم جاهل گمراه دور از معارف اسلام را، کان معنا فی الرفیق الاعلا، جای او با ماست در بهشت برین. یعنی چه؟ یعنی جای مرحوم علامه مجلسی و پدر بزرگوارش و علمای دیگری که با قلم و زبانشون خدمت به این خاندان کردن و خدمت به مردم، اینا در بهشت پهلوی پیغمبرن. در بهشت پهلوی ائمه اطهارن. ببینید چقدر مطلب جالب است. بعد می فرماد و قال علی ابن ابی طالب، اون روایت از پیغمبر، روایت از امیرالمومنین نوشته. امیرالمومنین می فرماد من کان من شیعتنا آل من به شریعتنا، اون کسی که از شیعیان ما عالم به شریعت ما باشد و مردم را دعوت کند به شریعت ما و راه ما و امری که ما در پیش داریم، یعنی جرایان حضرت ولی عصر، میآید در روز قیامت در صحنه قیامت و تاجی از نور در سر اوست که تمام محشر را روشن کرده است. و اونایی که شاگردش بودن، اونایی که ازش چیز یاد گرفتن، با اون نور وارد در بهشت می شوند. یعنی مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه هدایت می کند در این دنیا مردم را، در روز قیامت با تاجی از نور که بر سر نازنینش هست وارد می شود در قیامت و شاگردان او، اونایی که از کتابای او، از سخنان او استفاده کردن، همه چسبیدن به نور مرحوم مجلسی و وارد بهش می شوند. برای شادی روح مطهرشون صلوات کرد. اللهم صل علی محمد. روایت دنباله داره، اللهم صل علی، روایت دنباله داره، من دنبالش دیگه عرض نمی کنم، دنبالش هم خیلی جالبه. خانمی آمد نزد حضرت زهرا، روایت حضرت زهرا رو توجه کنید، خیلی جالب است. آمد خدمت حضرت زهرا، مسئله این پرسید، حضرت زهرا جواب دادن، مسئله دوم جواب دادن، مسئله سوم جواب دادن، مرتبه دهم خود اون زن خسته شد، گفت خانم
من از سوال کردن خسته شدم، شما از جواب دادن خسته نشدید. حضرت فرمودند این بزرگترین ثوابی است که خداوند نصیب من کرده است که جواب تو را بگویم و از حیرت و تحیر تو را نجات دهم. پس از اون فرمودند ان علماء شیعتنا یحشرون فیخلع علیهم من خلع الکرامه علی قدر کثرت علومهم و جدهم فی ارشاد عباد الله. فاطمه زهرا فرمودن علماء شیعه ما، تا آخر هر چی روایت براتون میکنم کلمه علماء شیعه درش هست، فرمودن علماء شیعه ما در روز قیامت محشور میشن، اونقدر خداوند خلعت کرامت به اینا عنایت میکنه که حد نداره، به عدد هر حرفی که نوشتن و هر حرفی که زده اند برای ارشاد بندگان متحیر و جاهل خداوند، خدا خلعت کرامت به اونها عنایت میکنه، تا اونجا که بعضی از اونها بیش از 1,000,000 خلعت دارن، اونم خلعت هایی که خدا تهیه کرده بر اینا. فاطمه زهرا می فرمان 1 دونه تار نخ این لباس های خلعتی برابر است با تمام دنیا. حالا چیه اون خلعت؟ خدا این ثواب کسیه که مردم رو هدایت کنه، ولو با یه شعر، ولو با یه حرف، ولو با یه سطر نوشته، با یه سخنرانی. وقت ببینید مرحوم مجلسی چقدر باید در اون دنیا ثروتمند باشه. خب روایتی از امام مجتبی می فرماد فضل و کافل یتیم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، فضیلت و برتری یک کسی که متکفل بشود کار یتیمان اهل بیت را، اونایی که از امامشون دور شدن و مطلبی نمی دانن، فضیلت او بر عابدها 1,000,000 برابر فضیلت خورشید است بر یک ستاره. یعنی در یک ستاره در مقابل خورشید چیه؟ 100,000 آدم عابد در مقابل یه همچه عالمی چیزی نیستن. فضیلت اون عالم بیش از اون 100,000 عابد است. و قال الحسین علیه السلام، امام حسین فرمودن من کفل لنا یتیمن بله قطعت و انا محبتنا به استتارنا فواساه فباساه من علومنا التي سقطت الی حتی ارشده تا حالا آخر کار. می فرماد ثواب اون عالم که دستگیری کند از یتیمان آل محمد و آدمای جاهل را با نوشتن و گفتن نجات دهد، ثواب کار او را نمی داند جز خداوند متعال. چقدر این ثواب داره. حالا مطلب دیگه هم دارن که بعد عرض میکنم. این یه جمله دیگه هم اینه که خداوند متعال در عوض هر کلمه ای که این عالم گفته است یا نوشته است، یه قصر در بهشت با او عنایت میکنه با تمام لوازم اون قصر. البته اون عالمم همیشه برای خودش نمیخواد، تقسیم میکنه بین دوستان و رفقا و کسانی که حرفش شنیدن، شاگردش بودن، درس خوندن پیشش، از کلماتش استفاده کردن، تا اونجایی که رفتن سر قبرش فاتحه خوندن، به اونا انعام میکنه. و اما حضرت زین العابدین میفرماید اوحی الله تعالی الی موسی، خدا چند تا مطلب به حضرت موسی گفت، یکیش اینه، فرمود و منها
از خداوند فرمود هر کس بنده ای رو آزاد کنه خدا چنین چنان به او ثواب میده. حضرت موسی گفت خدای چه بنده ای رو میتونه آدم عالم آزاد کنه؟ فرمود اگر با علمش یک آدمی که دور از معارف الهی است او را ارشاد کند، مثل اینه که 100,000 بنده را آزاد کرده باشد. این ثوابی کسیه که با یک کلمه حرف زدن یا حرف نوشتن مردم هدایت کنه. اینم مال حضرت زین العابدین. حضرت امام محمد باقر می فرماد العالم چمن معه شمعه. خوب دقت کنید، امام محمد باقر می فرماد اگر یک کسی یه دونه شمع دستش باشه در یه بیابان تاریک بره و مردم جلو پاشونه ببینن، چقدر دعاش میکنن مردم خدا پدرت بیامرزه مثلا با این شمع رای ما روشن کرد. فرمودن عالم در روز قیامت وارد می شود و صحرای محشر را با نور خودش روشن می کند. اونهایی که در دنیا حرفش شنیدن از این نور استفاده می کنند و همه به سوی بهشت روانه می شوند، که این هم جمله خیلی عالی است. حضرت فرمودن فهو من اتقائه من النار، اینا آزاد شده های این انسان عالم هست. انسان عالم اینا را از بند جهل و نادانی و تحیر آزادشون کرده. و اما روایتی از حضرت امام صادق می فرماید علماء شیعه ما مرزدارانی هستند که می نشینن سر راه شیطان ها و سر راه ناسبی ها و دشمنان علی ابن ابی طالب و اونایی که فحش میدهن به علی ابن ابی طالب میشینن سر راه اونا، نمیگذرن اینا در قلب شیعیان ما اثر بگذارن. وقت در آخر کار میفرمایند اینها ثواب اینها به مراتب بالاتر از کسانی است که در مرز روم با دشمنان اسلام می جنگن. برای اینکه اونا می جنگن با دشمن بدن مردم را راحت می کنن، علما با دشمن می جنگن تا روح و مغز انسانها را از شر این دشمنان آزاد کنند و راحت کنند. وقت می کنن اینا چه ثوابی دارن در روز قیامت؟ و این مرابطه این مرزداری شامل حال اون کسی هم میشه که یه روایت بلد باشه و برای دیگران بگه، یه مطلب از امام زمان بداند و برای دیگران بگه و آشتی بده مردم را با امام زمان، آشتی بده. من از باب حق شناسی این مطلب رو میگم. من برای دفاع از یک مظلوم، دو مظلوم از دست رفته، این مطلب رو میخوام بگم. ببینید مرحوم آقای کافی، مرحوم مجلسی که نبود، مرحوم حجت الاسلام و المسلمین عالم فاضل کامل، مرحوم شیخ قاسم اسلامی رضوان الله تعالی علیه، صلوات ختمی بر روح مرحوم مجلسی که نبود، اما مرحوم کافی بالا منبر مردم را با امام زمان آشتی میداد، مرحوم شیخ قاسم اسلامی لباس رزم پوشیده بود برای دشمنان علی ابن ابی طالب و جان شیرینش را در ماه مبارک رمضان در همین دهه‌ای که شهادت امیرالمؤمنین است در راه مولای عزیزش امیرالمؤمنین نثار کرد. اینا کارشون این بود و لذا در میان جامعه ما خاموش نمی‌شوند. اینا آثارشون باقی است.
تمام این ثوابایی که من گفتم برای اینا هست و برای هر کس مثل اینا بود و مشابه اینا. خب یک روایت از حضرت موسی بن جعفر می‌فرماد فقیه واحد ینقد یتیما من ایتامنا المنقطعین عنا و عن مشاهدتنا. یک فقیه و دانشمندی که دستگیری کند از یتیمان ما که از ما دورند و نمیتوانند ما را ببینند، یک فقیه اینجوری برای شیطان از صد هزار عابد ناراحت کنند میتوانند. یعنی صد هزار نفر اگه عبادت کنند شیطان ناراحت نمیشه، به این اندازه که از یک فقیهی که با زبان و با قلمش دست این مردم متحیر رو بگیرد و نجات. یه فقیهی که کار بود، اونم کار برای کی؟ برای راه خودش، نه برای راه دیگران، برای راه امام زمان، برای راه اسلام، برای راه قرآن. یه همچه ثوابی اینم روایت از موسی بن جعفر. امیدوارم خسته نشده باشید. نگاه که خودم به مجلس میکنم، خستگی و عدم خستگی مجلس رو خودم میفهمم، البته درک میکنم، ولی دلم خود که روایت علی بن موسی رضا رو گوش بده. امام هشتم روحی له الفدا میفرماید یقال للعابد یوم القیامه نعم الرجل کنت. در روز قیامت به آدم عبادت کننده میگن تو خوب آدمی بودی، اما فقط برای خوده، همتت این بود که خودت نجات بدی. و کفیت الناس علی معونتک فدخل الجنه، بشه من خوب برو تو بهش به این آبه. و یقال للفقیه، به فقیه میگوین ای کسی که دستگیری کردی از یتیمان پیغمبر اسلام، الهادی للضعفاء محبی، و هدایت کردی مردمان ضعیف شیعه را، بیست و از مردم تا اونجا که میتوانی شفاعت کن. و اما امام جواد صلوات الله و سلامه علیه، اینجا ازشون روایتی است که کسی که متکفل ایتام آل محمد بشود و فریاد رسی کند از شیعیان خاندان عصمت و طهارت در زمانی که از امامشون غائب هستن، خداوند اون چه لازم داشته باشد این انسان در روز قیامت بهش میده و اون چه دیگران از او بخواهند و از خدا بخواهد خدا به او عنایت میکنه. این ثواب مرحوم مجلسی و امثال ایشون در روز قیامت. و اما روایت از امام دهم حضرت امام علی نقی می فرماد اگر این علما بعد از غیبت مهدی ما نباشند که دست یتیمان ما را بگیرند و مردم شیعه ما را هدایت کنند، دزدان شیطان صفت و ناسبیهای مخالف علی بن ابی طالب اونها را می رو باین و از بین می برن. این علماء شیعه هستند که زمام قلب شیعیان را دارند و خدا بالاترین اجر را به اینها عنایت می کند. اولئک هم الافضلون، اینا از تمام مردم برتر و بالاتر. حدیث آخر را براتون خوندم و عرض مخاتمه دادم. می فرماید امام عسکری یعطی علماء و شیعتنا القوامون به ضعفاء محبونا و اهل ولایتنا یوم القیامه. در روز قیامت علمایی که به فریاد یتیمان و ضعیفان شیعه رسیده اند و با نور علمشون اینا را هدایت کردن، اینا میان در روز قیامت خدا حق شفاعت به اینها میدهد، میگه شفاعت کنین از مردم و کسانی هم که دنبالتون بودن، حرفتون رو شنیدن، کتابتون رو خوندن،
از اونها شفاعت کنید، اینها هم شفاعت میکنند. اون وقت همه اینا را خداوند میبره بالا. حالا با چه وسیله میبره من نمیدونم، تا میاره بالای سر بهشت، همه بهشت را میبینن، فرودشون میاره در وسط بهشت در منزله خودشون. و اونهایی که حرف این علما رو گوش نکردن و عالمهایی که ارشاد و هدایت نکردن مردم را در این زمان غیبت و در این زمان تحیر، میبردشون خدا بالا تا سر جهنم، همه جهنم رو میبینن، بعد ولشون میکنه خدا هر کدوم اینا را در اعماق جهنم. عرض من تمام شد. اینجا میخواستم ثواب کار مرحوم مجلسی به امثال ایشون رو براتون بگم. جبرئیل از جانب خدا به پیغمبر گفت هر وقت گرفتاری داری علی رو صدا بزن. دیگه ببینید مقام بر علی بالاتر از این میشود. ناد علیان مظهر العجائب تجد آنن لک فی النوائب. یعنی این پیغمبر مظهر عجائب علی رو صدا بزن، در تمام سختی ها میبینی که علی به کمک تو میآید. تجد آنن لک فی النوائب کل هم و غم سینجلی به ولایت که یا علی و یا علی و یا علی. ما برای خوشنودی شما یه جمله میخواییم متوسل به حسین عزیزتون شدیم. در نظر بیار برید اون وقتی را که سید الشهدا اومدن در خیمه ها با زن و بچه ودا کنن، صدا زدن او خیه ایتینی به صوب عتیق لا یرقب فیه احد خواهر جان زینب. یه پیران کهنه برام بیاور زیر لباسم بپوشم، کسی رغبت در این پیران نکنه. یعنی میدونم لباسه مرا میدزدن و میبرن، لااقل بدنم برهنه و عریان نباشه. آقا لباس رو پوشیدن زیر لباس ها، لباس جنگ رو روش پوشیدن، زره و اسلحه رو برداشتن، سوار شدن رفتن، زن و بچه هم دارن گریه می کنن. یه مرتبه صدایی شنیدن یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك إلهي بمحمد وعلي وفاطمة.
والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين اغفر بهم ذنوبنا واستر بهم عيوبنا اشف بهم مرضانا أيد بهم إمام زماننا اللهم اقض حوائجنا واكف مهماتنا وعجل في فرج إمام زماننا.